سلام دوستان به کانال داش میتسمی خیلی خوش اومدین تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه ادامه بدیم به آموزش آلمانی از پایه در سطح B1 و میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم که چجوری میتونیم راجع به یک آمار صحبت کنیم پس با من همراه باشید خب تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه یه سری لغات یاد بگیریم و یه سری اصطلاحات که بتونیم با اونها در سطح b یک راجع به یک آمار صحبت کنیم. اول اصلا با اصلا میخوایم ببینیم چجوری ما میتونیم این در صدای مختلف رو به آلمانی بگیم مثلا این رو چجوری به آلمانی میگیم به این میگیم 0,5% این علامت درصد بهش میگن پوتسنت و اون شماره که قبلش نوشته رو بعد خب همونجوری که شماره رو بلدیم بخونیم بخونیم دیگه 0,5% یا مثلا اینو چجوری میخونیم 73,5% درای اند به این ویرگول میگیم کاما یا ja, اینو اینو چجوری می خونیم به این میگیم 14,4% 14,4% یا این ja, 5,6% 5,6% حالا این یکی 0,05 پرسنت و همینطور به بعد پس اگر بتونیم شماره ها رو بخونیم خوندن این شماره های درصدی هم سخت نیست حالا چجوری به آلمانی میتونیم بگیم نصف یک سوم یک چهارم یک پنجم یک دهم یک هزارم چجوری اینو میتونیم بگیم برای نصف میگیم هلفته Die Hälfte, die Hälfte, Janine Neswe. Jeksevom, ihm ein Drittel, ein Drittel. Jek Chorom, ein Viertel, ein Viertel. Jek Panjom, ein Fünftel. Jek Shishom, ein Sechstel. Jek Haftom, ein Siebtel. Jek Hastom, ein Achtel. یک نهم این تل و یک دهم این تل همینطور به بعد یازده رو یه دونه تل با بهش وصل میکنیم دوازده رو بهش دونه تل وصل میکنیم این الفتل این تل این تل این, این هندتستل آه، ولی هندت شد هندت تل <laughs> خوب شد به صد رسیدم برای صد میگیم 1 هندت ستل. 1-2 هندت ستل. برای هزار 1 هزارم 1 1000 ستل. 1000 تاوزند, این تاوزند برای یک میلیون میگیم 1 میلیون برای یک میلیارد میگیم 1 میلیاد الان تو مغزم همه ده یارو پشت هم گفتم از بیست از یک بیستم استل میاد آخرش این 20th این 21st این 90th این 80th اوکی پس تا 20 یعنی تا 19 یتن اتل فقط پشتش میاد از 20 استل میاد پس ین ناینسنتل این ناین تونتیکستل و الی حالا خیلی شاید کم پیش بیاد که بخوایم ما واقعا بگیم یک میلیارد دوم یا مثلا یک حالا هزارم زیاد میاد این, این تاوزند ستل میاد زیاد ولی بقیه ها مثلا شاید خود کمتر بیاد ولی خب اینجا یه دور با هم داشتیمشون و خوب شد من تو سرم مرور کردم که بهتون نگم همین جوری یه دونه تل فقط پشت هر کدوم از شما را بعد بذارید پس یه دور تکرار میکنیم دی هلفته این درتل این فیرتل این فنفتل این سکستل این سیبتل این اختل این نوینتل ein zehntel ein elftel ein zwölftel ein dreizehntel ein vierzehntel ein fünfzehntel ein sechzehntel ein siebzehntel ein achtzehntel ein neunzehntel war ein zwanzigstel ein einundzwanzigstel war haben ihm ein hundertstel یک هزارم این ستل یک میلیونوم میگن این میلیون ستل یک میلیارد دوم این میلیارد ستل که <applause> واقعا اینا رو دیگه اصلا نیاز نیست ولی حالا گفتیم اینجا که داشته باشیمشون خب پس الان یاد گرفتیم چجوری درصدا رو بگیم و چجوری این عمر رو بگیم یکم نصف یک چهارم یک پنجم یک شیشم یک هفتم خب حالا بریم با هم دیگه یه سری اصطلاحات یاد بگیریم که چجوری میتونیم راجع به یک نمودار مثلا داریم و نمودار آماریه و ما چجوری میتونیم این رو بهش شخایبن کنیم چجوری میتونیم راجبش صحبت کنیم و توصیفش کنیم چجوری میتونیم به آلمانی بگیم بیشتر از بیشتر از میتونیم بگیم mehr als Bis staras Nesche mehr als die Hälfte. Mehr als die Hälfte. Bis tarasjekte mehr als ein Drittel. Masalan mehr als die Hälfte der Menschen leben in Wohnungen. حالا از لحاظ آماری احتمالا معنی نداره ولی میخوام ساختار جمله رو ببینید mehr als die hälfte der menschen leben in wohnungen یعنی بیشتر از نصف آدما توی خونه‌های آپارتمانی زندگی میکنن میتونیم بگیم gut die hälfte gut این یک حالت تقریبیه وقتی میگیم گوت die هلفته یعنی یک کمی بیشتر از نصف نصف پر شده و یک کمی بیشتر از اون پس داریم تقریبی میگیم که بیشتر از نصف اون نصف لیوان پر شده یک کمی بیشتر از اون گوت die Hälfte de der Menschen leben in Wohnungen. حالا چجوری میتونیم بگیم تقریبا نصف این تقریبا میتونه یک کوچولو کمتر از نصف باشه میتونه یک کوچولو بیشتر از نصف باشه یه دایره کوچیکی دور این نصف رو بعد ببینین که میتونیم از این به سمت بیشتر و به سمت کمتر بریم بیرون بخوایم بگیم تقریبا نصف میگیم غند دی هلفته رند دی اینکه یعنی که دی با این نمیگیم کمتر نمیگیم بیشتر میگیم تقریبا نصف روند یا اینکه اتوا دی هلفته در لیبن این وونونگن تقریبا نصف آدم ها توی خونه های آپارتمانی زندگی میکنن چجوری میتونیم بگیم کمتر از کمتر از نصف آدم ها اینو چجوری میتونیم بگیم میتونیم بگیم وینیگا از وینیگ الز وینیگر الز دی هلفته در منشن لیبن این ونونگن کمتر از نصف آدمها داشم الان میر الز دی هلفته بیشتر از نصف وینیگر الز دی هلفته کمتر از نصف آدمهام برای گفتن تقریبا نصف هم همینطور میتونیم از فست دی حلفته یا اینکه کنپ دی هلفته هم استفاده کنیم Fast die Hälfte der Menschen leben in Wohnungen, تقریبا نصف آدم ها توی خونه های آپارتمانی زندگی میکنن یا اینکه کناپ دی هلفت باسم یعنی تقریبا نصف حالا چجوری میتونیم بگیم هر هر دومی هر سومی هر چهارمی هر دهمی اینو چجوری میتونیم بگیم مثلا هر دومین بچه 100 یورو پول میگیره مثلا <applause> برای این هر میتونیم از یده استفاده کنیم که این یده رو باید صرف بکنیم میدونید دیگه برای مذکر ار میگیره برای معنیس همون ای میمونه و برای خونسا اس میگیره بچه با آلمانی چی میشه میشه کیند آرتیکلش چیه دسته پس این یده میشه یدس یدس هر هر دومی بچه یدس تفایت کند هر سومی بچه یدس دریت کند هر پنجمی بچه یدس فنفت کند یده صرف میشه و اون شمارهی که بعدش میاد اون هم باید صرف بشه ما اینجا چون که توی یده آرتیکلمون رو نشون میدیم گفتم برای مذکر ار میذاریم برای معنس همون ای میمونه و برای خونسا اس میاد آرتیکلمون دیگه توی شماره که اینجا صفت، حالت صفت داره نشون نمیدیم میدونید دیگه صرف صفت امیدوارم بدونید چجوری صرف صفت و اگرم که نبرید لطفا ویدیوهاش رو نگاه کنید چون صرف صفت خیلی مهمه ام که البته اینجا تویت میدونید صفت نیست ولی مدل صرفش مثل مدل صرف صفته پس برای دومی دو میگیم تویت برای سومی سو میگیم دریته چهارمی فیرته فنفته زکسته ضیبته اخت ناینته چینته و همینطور الا آخر ناین سنته نوزدهمین تونسیکسته دوباره ت میگیره ت فقط ت فقط نمیگیره 20ste 21ste بیست 22ste دومی 100ste صدومی 1000ste پس دیدین از 20 اینج دوباره اس ت ولی تا 19 میگیم ت 19 18 17 خب فکر کنم کافی باشه این شماره‌ها برای اینجا. بخوام بگیم هر دومین بچه 100 یورو می‌گیره. می‌گیم je das zweite Kind bekommt 100 €. jedes zweite Kind bekommt 100 €. بخوام بگیم هر دومین پسر حالا مثلا آرتیکل دی هر دومین یا دومی هم نه هر سومین پسر 100 یورو میگیره می‌گیم je da یدا بعد آرتیکل بعد این یده رو صرف کنیم برای آرتیکل دیا یدا دریت یونگ بکمت 100 یورو و میبینید فعلمون رو برای او صرف کردیم میگیم هر دومین پسر 100 یورو میگیره نمیگیم هر دومین پسر 100 یورو میگیرن با اینکه هر دومین پسر چندین نفرن دیگه بخوایم هر دوتا تا دو تا یا هر سه تا سه یه عالمه آدم میشن ولی این یدا باید بعدش فعلمون در حالت صرف بشه برای او برای یه نفر برای او بخوایم بگیم هر پنجمین زن صد یورو میگیره برای آرتیکل دی میگیم یده فنفته فراو بکامت 100 یورو اینم از این حالا کوتاه اول ویدیو راجع به درصدها و گفتن درصدها چه جوری میتونیم بگیم درصد صحبت کردیم میخوایم بگیم هر دومین دو پسر 100 یورو میگیره این هست مثلا 50 درصد میگیم یه دا junge یونگ 100 این Das sind 50 potent. دسیند فونفتی پرونت در واقع بعد, بعد, بعد از اینکه بگیم این هست 50% درصد بد بگیم 50% درصد چه چیزی و ما برای این کار نیاز داریم به گنیتیو و متاسفانه تا الان یاد نگرفتیم گنیتیو رو ولی قشنگ بود اگر میگفتیم د سیند فنفتی پروسنت این 50% درصد همه پسرها هستند بعدش گنیتیو میاد ولی چون هنوز یاد نگرفتیم همی همی که بگیم د سیند 50% کافیه Was haben wir Ihnen? Jeder zweite Junge, der in Deutschland lebt, Relativsatz, jeder zweite Junge, der in Deutschland lebt, bekommt 100 Euro. Das sind 50 Prozent. Was haben wir? یعنی هر دومین پسری که توی آلمان زندگی میکنه 100 یورو میگیره این هست 50 درصد باز هم باید در واقع بعدش بگیم das sind 50% aller in Deutschland lebenden Jungen این 50 درصد همه پسرهایی هستند که توی آلمان زندگی میکنن ولی این جمله‌ای که الان گفته هم مال b دو شاید شاید مال سه یک باشه مطمئن نیستم بعد به اونجا برسیم که ببینم مال کدوم ساعته ولی مال B یک نیست ولی قشنگ که اینجوری آدم بگه یه آلمانی اگر بخواد راجع به آمار صحبت کنه اینجوری صحبت میکنه ولی ما هنوز سطح زبانمون متاسفانه به اونجا نرسیده پس میگیم دا سیند 50% این هستند 50 درصد چجوری میتونیم بگیم تقریبا 80 درصد آلمانیا پولدار هستند حالا مثلا من متاسفانه آمار کلا کار من نیست دارم ایستاگه میده از آستین فینگن یعنی این که دارم همینجوری خودم برای خودم آمار از تو مغزم در میارم جمله من طبق معمول کلا اصلا معنی معنوی ندارن خب گفتیم چی؟ گفتیم تقریبا 80 درصد ما پولدار هستند میگیم فاست 80 درصد فون uns sind reich فاست 80 تقریبا 80 درصد و اینجا خوشبختانه نیاز به جنتیو نداریم اگه می‌خواستیم 80 درصد همه گاف ها بعد می‌گفتیم 80, الا کیه. 80 درصد aller Kühe یعنی 80 درصد همه گاف ها یا یعنی اینکه مثلا 80 درصد گاف ها می 80 درصد der Kühe باز genitiv ولی اینجا چون گفتیم هشتاد درصد ما میتونیم از داتیو استفاده کنیم به علاوه حرف اضافه فون پس میگیم 80 درصد ما تقریباً ف... تقریبا 80 درصد ما fast 80 درصد von uns حالا میخواستیم بگیم پولدار هستند میگیم زند ریخ چجوری میتونیم بگیم بیشتر ماها یعنی آره بیشتر ما اکثر ما اینو چجوری میتونیم بگیم اکثر ما خوبه اک بخوام اکثر ما پولدار هستند میگیم دی مایستن فون اونز دی مایستن فون اونز زند ریخ بیشتر ما اکثر ما پولدار هستند دی مایستن فون اونس زند ریخ دی مایستن فون اونس هابن کین اوتو بیشتر ماها ماشین ندارن دی مایستن فون اونس کنن گوت دویچ شپرکن اکثر ماها میتونن خوب آلمانی صحبت کنند دی مایستن فون اونس کنن گود دویچ sprechen wir sagen تقریبا همه میگیم fast alle fast alle حالا همه آدم ها fast alle menschen haben eine wohnung تقریبا همه آدم ها یک خونه آپارتمانی دارند یا یعنی اینکه میتونیم من بگیم fast alle اگر قبلش شش به همه آدم ها صحبت میکردیم کل وقت دیگه نیازی نیست دوباره بگیم fast alle menschen چون که مشخصه ولی اگر این جمله مشخص نیست که این ال کیا هستن باید بگیم ال منشن همه آدم ها ال تیغ همه حیوان ها ال آتوس همه ماشین ها یا حالا هر چیز دیگری هر اسم دیگری رو میتونیم پشتش بذاریم و باید این بعد از این فست ال اسممون در حالت پلوغال باشه جمع باشه و همینطور فعلمون رو در حالت جمع صرف کنیم حالا اگر بخوایم بگیم هیچ کس پول نداره چی میگیم؟ میگیم کاینا هت گلد کاینا هت گلد هیچ کس پول نداره و اینجا فعلمون در حالت جمع صرف نمیشه هیچ کس پول ندارد کاینا هت گلد فعل صرف میشه برای او کاینا کن Deutsch sprechen. هیچ کس نمیتونه آلمانی صحبت کنه دوستان اینا بودن همه اصطلاحات و کلماتی که فکر میکنم مهم بودن برای اینکه بتونید راجب به یک نمودار یک نمودار آماری صحبت کنید باید فقط جمله سازیتون قوی باشه اینجا ما جمله سازی رو کار نمی کنیم اصطلاحات و اون کلماتی که برای آمار برای صحبت کردن راجب به آمار نیاز داشتین اینجا مهم بود میتونید جمله ها رو در سطحی که دارین در توانتون هست طولانی تر و کوتاهتر کنید تو این درس ما توی ویدیو گذشته غلطیف زدس رو یاد گرفتیم غلطیف زدس کمک میکنه که شما جمله های طولانی تر بسازید که آلمانی ترن که هی جمله کوتاه 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 پشت هم نگین ولی غلطیف زدس نیاز داره به تمرین زیاد ولی کار خیلی سختی نیست اگر آدم تمرین کنه میتونه یاد بگیرتش و اگر شما میخواین راجبه یک نمودار مثلا توی, ام توی امتحان صحبت کنید یا بنویسید خوبه که از غلاتیب های زیادی استفاده کنید و این کلمات و اصطلاحاتی که اینجا با هم یاد گرفتیم رو همه رو یه جوری کار ببرید اگر سوالی براتون باقی موند بعد از دیدن ویدیو برام تو کامنت ها لطفا بنویسید مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین مثل همیشه امیدوارم که موفق باشین و تا ویدیو بعدی